خمینی رو که احساس خطر سرنگونی کرده بود از ادامه این جنگ به دلیل نقش مقاومت ایران و مجاهدین و ارتش آزادی بخش، خمینی رو ناگزیر کرد که جام زهر آتش بس رو سر بکشه و قطعنامه 598 رو بپذیره. ارتش آزادی بخش و مجاهدین بزرگترین عملیات ارتش آزادی بخش رو علیه رژیم خمینی در فاصله کمتر از یک هفته تدارک دیدن و فروغ جاویدان رو به مرحله اجرا گذاشتن. عملیات بزرگی که به واقع لرزه سرنگونی بر کل رژیم آخوندی انداخت و طوری که حتی بعد از گذشت سالیان هر سال از اینکه در اون عملیات سرنگون نشده رژیم در تمامیتش جشن میگیره و حتی اون رو، یعنی مقابله با عملیات فروغ جاویدان رو، بالاتر و مهمتر از همه جنگ های خودش در طول 8 سال جنگ ضد میهنی تلقی میکنه و حتی تصریح میکنه که اون عملیات، یعنی عملیات فروغ جاویدان، تهدید این رو داشت که کل رژیم آخوندی رو سرنگون بکنه، در حالی که جنگ ضد میهنی هیچ تهدید سرنگونی برای رژیم با هم بخشی از مسیر پرفراز و نشیب یک تاریخ سراسر حماسه رو مرور کردیم. در برنامه آینده این تاریخ رو با هم پی می‌گیریم.